رمزارزلی او نه تنها از افت بازار در نیمه اول سال 2022 جون سالم به در برد، بلکه در واقع دستاوردهای بزرگی رو هم به ثبت رسونده. به گزارش سایت کوین تلگراف، جفت ارز لئو به بیت کوین که در اکوسیستم آیفینکس استفاده میشه، نیمه اول سال 2022 رو روی قیمت 32793 ساتوشی به پایان رسوند که تقریباً 300% افزایش رو نشون میده. این توکن همچنین 55% در برابر دلار آمریکا در همون دوره رشد کرد و برای اولین بار از فوریه 2022 به 5 دلار و 80 سنت رسید. این عملکرد باعث شده که این دارایی دیجیتال با بهترین عملکرد در رتبه‌های برتر سال 2022 جا بگیره. ۳۶۹ عزیز سلام، خوش اومدید به یه ویدیوی جذاب دیگه. امروز قصد داریم در مورد دلایل رشد 300% رمزارز لئو صحبت کنیم. پس حتما تا پایان ویدیو با ما همراه باشید. لطفاً ویدیو رو لایک و کانالمون رو سابسکرایب کنید و با لمس زنگوله از آپلود ویدیوهای جدیدمون با خبر بشید. اونوس سدلئو که در می 2019 طی یک عرضه اولیه صرافی راه اندازی شد، جدیدترین پروژه شرکت مادر صرافی رمزارزی بیتفینکس به نام آیفینکس. این توکن بعد از توقیف وجوه شرکت کریپتو کپیتال، پردازنده پرداخت سابق صرافی بیتفینکس عرضه شد. لئو اولین ارز دیجیتالی نیست که در تاریخچه پرفراز و نشیب شرکت آیفینکس عرضه شده. لئو توکن کاربردی تمامی پلتفرم‌های شرکت آیفینکس از جمله بیتفینکس و اتفینکس. اسم این توکن از یکی از افسانه‌های ایزوپ نویسنده یونانی گرفته شده. عبارت اونوس سد لئو همچنین شعار شرکت آیفینکس. این افسانه درباره یک گرازه که تک فرزند بودن یک شیر رو به سخره می‌گیره. به این معنی که کیفیت مهمتر از کمیته. این رمزارز امکان برخورداری از تخفیف‌ها رو برای کاربران صرافی بیتفینکس مهیا کرده. البته مقدار این تخفیف‌ها به تعداد ارزهای لئو در حساب کاربران بستگی داره. آیفینکس در ماه می 2019 فروش خصوصی از طریق عرضه اولیه صرافی و در ماه ژوئن فروش عمومی ارز دیجیتال لئو رو اجرایی کرد. این شرکت 1 میلیارد واحد توکن لئو رو به قیمت هر واحد 1 دلار به فروش رسوند. اونوس سد لئو سریعاً تونست خودش رو به رتبه بالای ارزهای دیجیتال برتر بازار از نظر مارکت کپ برسونه و با ارزش بازار 5.5 میلیارد دلاری جایگاه 15 رمزارزهای برتر رو به خودش اختصاص داده. این توکن هم اکنون با قیمت 5.70 دلار معامله میشه. بازار کریپتو در نیمه اول سال 2022 به دلایل مختلف مثل سقوط ترا بیش از 2 تریلیون دلار از ارزشش را از دست داد. قیمت لئو هم بعد از رسیدن به بالاترین رقم تاریخیش یعنی 8.14 دلار در فوریه 2022 25% کاهش پیدا کرد. دلیل افزایش اخیر قیمت این رمزارز میتونه ویژگی‌های کاملا متفاوت اون در مقایسه با سایر دارایی‌های دیجیتال باشه. آیفینکس، شرکت مادر بیتفینکس، لئو رو در سال 2018 در یک دور فروش خصوصی راه اندازی کرد تا 1 میلیارد دلار جمع‌آوری کنه. در مقابل، شرکت متعهد شد که 27% از درآمد ماه قبلش رو برای بازخرید این رمزارز تا زمانی که همه توکن ها از گردش خارج بشن
به کار بگیره. همچنین آیفینکس متعهد شد که توکن‌های لئو رو با استفاده از وجوهی که طی هک بیتفینکس در آگوست 2016 از دست داده بود، باز خرید کنه. رقابت لئو در برابر بیت کوین به دلیل واگرایی فزاینده قیمت اون خطر فرسودگی رو به همراه داره. به طور جزئی قیمت لئو به پایین‌ترین حدش رسیده، در حالی که شاخص قدرت نسبی روزانه اون هنوز قله‌های پایین‌تری رو شکل میده. به عنوان یک قاعده تحلیل تکنیکال، این واگرایی نشون دهنده عدم اعتقاد مثبت در بین معامله‌گرانه. لئو حالا سوگیری سعودیش رو حفظ کرده، اما در صورت بسته شدن قاطع زیر 26220 ساتوشی میتونه سطح 22046 ساتوشی رو که 25% کمتر از قیمت جولایه دوباره امتحان کنه. روند سعودی مداوم قیمت لئو باعث شد که برای مدت کوتاهی بالاتر از سطح مقاومت بحرانی در حدود 6 دلار و 24 سنت بسته بشه. این سطح در محدود کردن تلاش‌های سعودی این توکن بین فوریه و آوریل اوایل سال جاری بسیار خوب عمل کرده بود. روندهای اخیر قیمت لئو مملو از کندل‌های نزولی ناشی از ریجکت شدنه. اگر الگوی قیمتی موجود تکرار بشه، خطر برگشت قیمت به سطح حمایت موقتی 5 دلار و 52 سنتی که با میانگین متحرک نمایی 50 روزه توکن مصادفه وجود خواهد داشت. این به معنی کاهش 9-10% نسبت به قیمت اول جولایه. اما اگر این سطح حمایتی مثل اواخر آوریل نتونه حفظ بشه، قیمت لئو خطر آزمایش میانگین متحرک نمایی 200 روزش رو نزدیک 5 دلار حس می‌کنه که در کل باعث کاهش 17% خواهد شد. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین و یادتون باشه که حتما ویدیو رو لایک کنید. توی کامنت ها برامون بنویسید نظر شما در مورد رمزارز لئو چیه؟ به نظرتون این رشد 300% کاذب و موقتیه؟ در آخر فراموش نکنید به چنلمون سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله رو هم روشن کنید. تا یه ویدیوی جذاب دیگه، خدا نگهدار.